همین آقای اردشیر زاهدی بله. که یکی از کارگردانان بزرگ فاجعه 28 مرداد بود درسته. و امروزه در بهترین کشورهای اروپایی داره به ناز و نعمت زندگی میکنه، به دستورات به دستوراتی هم صادر میکنه که ملت باید اینجوری باشن و باید اونجوری باشن، باید این کارها رو بکنن این کارو بکنن. ایشون یک کتابی به نام خاطراتش نوشته و از اونجا که میگه دشمن دانا غم جان بود بهتر از اون دوست که نادان بود، ایشون از سر دوستی یک داستانی رو، یک حقیقتی رو بیان میکنه که الان اجازه بفرمایید من اونو بگم برای که خیلی مفیده برای ملت ایران. ایشون میگه که ما وقتی که از ایران با هواپیمای سلطنتی به مراکش رفتیم، هواپیمایی که نمیدونم چند میلیون، 7 میلیون 70 میلیون دلار قیمتش بود، ما وقتی که به اونجا به مراکش رفتیم یک دفعه متوجه شدیم که این هواپیما در قانون یالتا به نام ملت ایران، به نام دولت ایران ثبت شده، نه به نام شاه، شاه ایران. پس بنابراین به این نتیجه رسیدیم که جمهوری اسلامی میتواند با استناد به این مسئله ما رو به عنوان هواپیما ربا تحت تعقیب قرار ده. این است که اعلیحضرت تصمیم گرفتن که هواپیما رو با خدمش و اون آقایی که چیزش بود، خلبانش بود که الان جزء مجاهدینه، اسمش یادم رفته، با اون بفرستیم به ایران. و من از این جوانمردی اعلیحضرت بسیار شادمان شدم. اینه میگه جوانمردی. آره جوانمردی هم معنی جوانمردی رو فهمیدم از زبان آقای زاهدی. خب به هر حال میگه که این هواپیما رو وقتی میخواستیم برگردنیم، اولیا حضرت شهبانو به شاه اعتراض کردن و اعلی حضرت که چرا فکر این روز رو نکرده و این هواپیما رو به نام خودش به ثبت نرسانیده. بله عجب، من نمیدونستم اینو. آره بعد میگه من بهش به اولیا حضرت گفتم اعلی حضرت احتیاجی نیازی به این هواپیما ندارد، اعلی حضرت بیش از 40 میلیارد دلار پول ثروت در خارج دارد، با اون پول هر هواپیمایی خیلی بهتر از این رو هم میتواند بخرد. حالا شما نگاه کنید که داماد شاه، نزدیکترین شخص شاه، اعتراف میکنه که 40 میلیارد دلار پول از اون مملکت خارج شده به وسیله اعلی حضرت. این در کتاب خاطرات زاهدیه، اردشیر زاهدی. بله خاطرات اردشیر زاهدی دیگه، بنده دیگه، ما که ننوشتیم که، شایعه که نیست که. پس بنابراین ببینید چه قتل و غارت، ببینید چه غارت هایی از اون ملت فقیر بدبخت بیچاره شده که و به چه روزی این ملت افتاده از دست این آقایونی که خودشون رو رئیس و سرور و همه کاره اون مردم میدانستن. اینا یه حقایق است که اگر نمیشود که روش پوشون، که بالاخره حقیقت از هر جا باشه سر در میاره، نمیشود پنهانش کرد.